وظیفه ملی در مقابل اعتصابات اقشار مختلف. مبارزات مردم ایران برای سرنگونی رژیم جنایتکار ولایت فقیه به مراحل خطیر و سرنوشت ساز خود وارد شده است. جلوه دیگری از این مبارزات همپای اعتراضات خیابانی، اعتصابات سراسری اقشار و اصناف مختلف جامعه مان می باشد. اعتصاب سراسری کامیونداران زحمتکش، اعتصابات بازار در شهرهای مختلف، اعتصاب سراسری معلمین، اعتصاب دانش آموزان، اعتصاب تاکسیرانان، اعتصاب دانشجویان. از آنجا که حاکمیت آخوندها در ظلم و تعدی هیچ قشری از جامعه ایران را بی نصیب نگذاشته، لذا تمام اقشار و اصناف دارای درد مشترک هستند. برای اینکه این اعتصابات هرچه مؤثرتر باشند، چند نکته ضروری را باید در نظر گرفت. اعتصاب حلقه ای از زنجیره اشکال مبارزه مردم ایران می باشد. اعتصاب خود به خود تضمین سرنگونی نیست. اعتصاب باید زمین ساز اعتراض و قیام باشد. یعنی اگر رژیم در مقابل یک قش عقب نشست، یعنی اینکه توان مقابله ندارد و اقشار دیگر می توانند خواسته های خود را مطالبه کنند، و اگر هم شروع به سرکوب کرد، باید با اعتراض و تجمعات گسترده توان سرکوب را از او گرفت. اعتصابات وقتی مؤثر عمل می کند که شکل سراسری به خود بگیرد. برای رسیدن به این هدف، اعتصابات باید دارای یک سازماندهی قوی مرکزی باشد که بتواند هماهنگی ها و فراخوان ها را برای شکل دادن یک اعتصاب سراسری تنظیم کند که این هسته مرکزی می تواند شورای هماهنگی اعتصاب نامگذاری شود. باید توجه داشت که در شورای هماهنگی اعتصاب نبایستی عناصر آلوده به رژیم و آنهایی که دارای درد مشترک با اعتصابیون نیستند حضور داشته باشند. افراد تایید شده از طرف رژیم و هر تشکلی که مجوز قانونی از حکومت دارد، منافع اعتصابیون را تأمین نمی کنند و نباید با آنها همکاری کرد. تهدیدات اعتصابات سراسری. حکومت قطعاً برای درهم شکستن اعتصاب به شایعه سازی روی می آورد. باید تمام اخبار از طریق شورای هماهنگی اعتصاب اطلاع رسانی شود. حکومت سعی می کند با دادن امتیاز به بخشی از اعتصابیون ایجاد تفرقه کرده و اعتصاب را درهم بشکند. اتحاد همه اعتصابیون تا پایان اعتصاب از ضروریات این حرکت مردمی است. و توجه داشته باشید، رژیم اگر بتواند اعتصاب را درهم بشکند، نه تنها آن امتیازها را پس خواهد گرفت، قطعاً سعی در دستگیری و حبس چهره‌های شناخته شده می‌کند. برای مقابله با شرایط مالی، تنها و تنها راه اتحاد همه مردم و تقسیم همه چیز است. در این دوران همه باید تبدیل به یک خانواده شده و نیازهای همدیگر را تأمین کنند. اما مهمترین وظیفه ملی در مقابل اقشار اعتصابی چیست؟ همچنان که گفتیم، اعتصاب در ایران بلا شک وجه سیاسی دارد و با توجه به ماهیت این رژیم جانی و غارتگر، مشکلات معیشتی با رفرم‌های اقتصادی حل نخواهد شد. وقتی همه اقشار به این گستردگی دست به اعتصاب می‌زنند، خواه و ناخواه به این نتیجه خواهیم رسید که ریشه تمام این ستم و حقوق غارت شده در ساختار سیاسی این نظام فاسد است و راه حل مشترک آن هم سرنگونی آن می باشد. پس کمک به اعتصابیون و خانواده های آنها وظیفه مبرم هر ایرانی آزادی است. کمک به اعتصابیون که با اعتصاب خود کمر مار ولایت را گرفته اند، یک وظیفه ملی و انسانی است. به هیچ وجه کمک های خود را دست کم نگیرید. هم خودتان کمک کنید و هم این فرهنگ را در میان دیگران ببرید. اتحاد و همبستگی ما پایه های حکومت را می لرزاند. نظام آخوندی در واپسین دوران خود به سر می برد.